ما اردو استادیز نداریم یا پاکستانی استادیز نداریم به اون صورت، یا مثلا مطالعاتی روی اندونزی یا روی نمیدونم حتی هند نداریم. الان ایران شده نه تنها یک جایی که مطالعات عمیق آکادمیک درباره کشور ایران صورت میگیره، بلکه الگویی برای دیگر کشورها که مثلا انقلاب در کشورهای دیگه به چه صورتی انجام شد در مقایسه با انقلابی که اخیر در ایران اتفاق افتاد در سال 1357، یا مثلا فرض کنید ترکیب جمعیتی زبانها به چه صورتی، آرایش زبانها در هر مملکتی به چه صورتی هست. اینها من فکر کنم ایران استادیز الان، من بیشتر کتاب درباره ایران میبینم که خیلی راحت میتونه درباره بسیاری از فرهنگهای غیر غربی، آسیایی و خاورمیانی و از جمله برخی از کشورهای غربی هم استفاده بشه. این است که ایران من فکر کنم یکی از موضوعات جهت دهنده مطالعات دانشگاهی در آمریکا شده.